رسیدند یک سر به توران زمین، سواران ترک و سواران چین. چه مردی و نام و نشان تو چیست که زاییده بر تو باید گریست؟ بود ترک بد تینت و دیوزاد که نام پدرشان را ندارد بیاد. احسنت حكومة اردوغان استغلال اللحظة ومضت بسياسة ترويد الجيش بمهارة. هل اتمت المهمة؟ طبعا لا، لكن ثمة قناعة هنا انه لم يعد سهلا على الجيش اسقاط سيده المفترض مرة اخرى. عباس ناصر، الجزيرة، انقرة. درود بر مهمانیاران گرامی، آرزو دارم هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید. من درود دارم به پیشگاه همه مردم و همه انسان‌ها و همه فرهنگ‌ها و همه تمدن‌ها، به ویژه مردم سرزمین ترکیه، آذربایجان دوتاشون و هر کجای جهان که هستن. ما مخلص همه ملت‌ها، قوم‌ها، تبارها هستیم، به ویژه مردم نازنین ترک، مهمان نواز، بزرگوار، آفریننده، خلاق، تعصبدار، میهندوش، اینها همه به جای خود هست. ولی سخن وقتی از این مواردی که عرض کردم میشه، هدف مردم نیستند، هدف حکومت ها هستند. حکومت ها میان و میرن، موسمی هستند. گاهی این حکومت ها برای خود اون مردمشون خوب کار میکنن، به دیگران ظلم و ستم میکنن، به مردم خودشون خوب میکنن. ولی بعضی وقتا میبینیم که به مردم خودشون به بخش خوبی میکنن، به بخش بزرگی بدی میکنن. حالا شما آرا رو در نظر نگیرید که 50 به اضافه 1 میاره طرف رئیس جمهور میشه، شهردار میشه. سال هاست که با دستگاه های کامپیوتری که رأی شمار میکنن، بسیاری از شهردارها و غیره رو که در سرزمین های استعمار زده مدرن انتخاب و گزیده میشن، قلابی هستن. به همین رو در ترکیه، هرچند آقای رجب طیب اردوان که بهش میگن اقدوان، آمده است و یک سری کارهای کرده، مردم رو از خودش راضی کرده، ولی بخش عظیمی از مردم ترکیه، ارمنی ها، کرد ها و تبارهای دیگر زیر فشار سرکوب و قتل عام بودن. در این شکل کن مشخصا خود آقای طیب اردوان نیز از هنگامی که خواست قدرت بگیره، رفت با طالبان بود و افغانستان مبارزه و نبرد کرد و بعد با گلوبالیست ها به رهبری آقای جورج سوروس ساخت و بعد میلیاردها دلار رو تو کشورش و بعد با اسرائیل پیوند خوب برقرار کردن. اینها ترکیه همه کارا رو سیاست مدارانه انجام داد، یعنی همه ارگانهای قدرت جهانی که اسلام گراهای فاشیست بودن طالبان و از کنم خدمتون از دو طرف گلوبالیست ها بودن که جهان در دست اونها هست و دولت اسرائیل که شما هیچ کار تو دنیا نمیتونی بکنی اگر ضدیت داری با اسرائیل. اسرائیل یک کشوری به رسمیت شناخته شده، حالا بگذار، و غیره و غیره. اینا همه این کارا رو کردن و بعد حالا شروع کردن به کشورگشایی. در رابطه با خود ایران من بارها صحبت کردم توی این 20 سال گذشته، به ویژه از همون ساخت تلویزیون جمع و سریال های بوی خوش عشق و سلطان فلان و فلان، اینا به تو نگفتم، اینا ما گفتیم، حالا نشدیدیم، به این بلا افتادیم. اما من میخوام بگم که من درود دارم به همه ملت ها، به ویژه مردم ترکیه، از هر تبار و ریشه و آینی که هستن، انسان های پاک و خوبی هستن. هرگز هیچ کس کار رهبران رو به حساب مردم شریف نمیزن. اما نکته دیگه ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، اعدام آقای زم بود، این جوان که پدرش تقریبا 6 ماه پیش از پیروزی انقلاب سیاه اینو به دنیا آوردن، مادرش به دنیا آورد و پدرش اسمش رو گذاشت روح الله، چون موقع جنجال خمینی بود و انقلاب میخواستن بکنن و چه و چه، اسم بچهش گذاشت روح الله و همین نظام روح الله بچهش بود.
مرا ببو برا خدا نگم اهدا که می روم به سوی سر نوی بهار ما گذشته ها گذشته بلم به جز جوی سر مرا ببود مرا ببود برای آخرین بار برا خدا نگم مهدا که می روم به سوی سر نوی بهار ما گذشته بابایی سلام بابایی مهلا بابام بمزنیم زد الان بهم زنگ زد یعنی ساعت داره میشه ساعت 4 شما 4 صبح شما به من زنگ زد یه جوری حرف زد که انگار داره خدافظ میکنه در مورد روز قیامت حرف زد بابایی میگم نکنه خود این اگر میخوان حکمشو اجرا کنه چون تازه نزدیک به اذانه بعد بهش گفتم چرا روز قیامت حرف میزنی گفت حالا دیگه بعد بابایی بهم گفت هر اتفاقی که افتاد گفت ممکنه خیلی خودش هم ایشون 23 سال است که یا 23 ساله مشخصا که فرزندش که اون روح الله نام بیزار بود از وقتی خود چیچناخت یه نام دیگه داشت حتی در ایران وقتی که بود مغازه داشت و کار میکرد و اینها هم نامش و هم فامیلش عوض کرده بود فامیلش حالا بگذاریم نامش گذاشته بود نیما میگم ما میگیم نیما یا یک دو تا نام دیگه هم داشت از پدرش که روحانی بود و وابسته به قدرت بود و بیش از 120 تا شغل داشت But in this, the holiest month of the Muslim calendar, the Shah's opponents are out for his blood. Rousing the crowds are the mullahs or priests. Overwhelmingly, Iran's religious leaders have come out against the Shah. رضایت نداشت. از نظامش رضایت نداشت. از حاکمیتش رضایت نداشت. از ما اولم میخواست در کشورش تغییر به وجود بیاره. البته ما عادت داریم که مدت هاست خط خود رژیم دنبال کنیم هر کی هر کار میکنه بشکنیمش بگیم و خودشونه که یا خودشونه اینا رو خود جمهوری اسلامی میگه میندازه تو دهنی آدمای معتبری که اونا میره میگن بعد جریان همین میشه که شما 42 ساله به رژیم گیر کردی هر کس هم اومد گفتی با مال خود امیر انتظام مال خودشونه بچه که رفتن زندان محمدی ها و و و و و و و عباس پالیزدار ها و و و و بابا اینا مال خودشونن اینا خودشونن حالا خودشونه که دو تا اگه توشون بوده 98 دیگه شون که نبوده حالا این بچه‌م الان که دیگه کشته شد اعدام آقا این جسدشو بیان نشون بدن اصلا چی بیان از خاکشو نشون بدن اینه که این چرت و پرتا هم مال کار خود نظام جمهوری اسلامی سر یادتون نه نظام جمهوری اسلامی آدمای ابله نادان حتی امکان داره او پروفسور باشن مهندس باشن شخصیت باشن اوه اوه بخواه داشته این شعور اطلاعاتیشون شعور چیزیشون خیلی صفره من در کتاب سازمان جاسوسی الله او سالها پیش نوشتیم گوده حالا میگن هنه حالا میگن اوباما مال با رژیم اوباما باگه نگفتی مگه نمیگی ولی عکسشه بدبخت ببخشید بیشور عکسشه اوباما با اینا نیست اینا با اوبامان اینا مزدور آمریکان اینا مزدور چینن اینا مزدور روسیان اینا مزدور همون ترکیه هم. اینا مزدورن
فرق بین این با آن. حواستون چی شد؟ حالا همه من مقاله نوشتم در این کتاب که آره اوباما میگم مال ماست، خوب قدرت خودش بیشتر نشون میده تا بتونه بیشتر سرکوب کنه که نباید تسلیم بشی. حالا این از وقتی که اومد، شما در نظر بگیرید که کارهایی که ایشون کرد طی این چند سال با همین رسانه بعد از اینکه از سهام نیوز اومد بیرون و مستقل شد خیلی مهم بود، کاراش خیلی مهم بود. یک نظام جمهوری اسلامی پوشالی رو لرزوند. کارهای بسیار مهمی که کرد، از همه مهمتر وقتی که ما طرح کردیم که این ربات هست خامنه ای، این خودش نیست خامنه ای، این رو ساختن و گذاشتن، سریع اینو گرفت و بعد از چند وقت اومد آقای میرزا طاهری هاش طاهری میدم کی ساخت و گفت طاهر خانه و میر طاهری فلانه خامنه نیست و ثابت هم کرد خامنه ای نیست، که گوشش و قدش اینو درست هم بود، این خامنه ای و خامنه ای نیست، یه ربات درست کرد. حالا ایشون اسم هم روش خودش ایراد نداره، خیلی مهمه. پشت سرش بزرگترین قدرت استعماری در داخل ایران رو زد. کی؟ لاریجانی رو. لاریجانی رو زد، گفت دخترش جاسوس اسناد فلان اینا، بعد گفت اینا بیش از 60 تا حساب بانکی دارن، 60 تا رو افشا کرد و و و. آقا رژیم به لرزه افتاد. لاریجانی رو میگیرنش، میبرنش به اسم این که، یعنی با این پوشش که گزارشی که آمد نیوز منتشر کرده ممکن، یعنی باعث آگاهی عوامل انگلستان در ایران شده و ما به خاطر اینکه زهرا لاریجانی ترور نشه توسط عوامل جاسوسی انگلستان در تهران ما بعد رژیم رو وادار کرد که بخواد تلگرام رو ببنده. یه بار بهش حمله کردن سایتش رو بستن، صفحه‌شو دوباره اومد، بعد دیدن تلگرام رو نمیتونن ببندن چون تلگرام استعمار ساخته که سر شما رو گرم کنه، نمیتونه ببنده که برمیشه یک. اومدن تلگرام میهنی ساختن، اسمش گذاشتن سروش که جایم بگیر، نگرف. الان خودشون دوباره برگشتن تو این تلگرام. خیلی کارهای بزرگی کرد، از جمله جریان سعید توسی رو اون مطرحش کرد، سعید توسی رو اون مطرحش کرد که این، و بعدم الان که هنوز که هنوزی داره راه میره، پرونده‌های زیادی علیش تشکیل شده، شکایت کردن که بچه بازی کرده چه کرده، ولی چون آخونده همشون بچه بازن، همشون این کارا تو رسانه‌هاشون هم براش قانون در آوردن. تو در جریان تحقیقات و اینا فهمیدیم که خود آقای خامنه‌ای بهش یه خونه‌ای داده توی خیابون فاطمی که این موقعی که از مشهد میاد تهران میره توی اون خونه، و آقای خامنه‌ای شبایی که سعید توسی میاد تهران چون خیلی بهش علاقه دارن میاد اونجا و بدونه، یعنی از کارهای بزرگی کرد. بعد اصلا این مهمتر، وقتی که بازداشتش کردن گرفتنش تو دست دشمنه و خودش وقتی ازش میپرسی رو میگه خب تو اگه قاضی بودی برای خودت چه حکمی بودی؟ میگه معلومه حکم من اعدامه. خب اعدامه که نمیترسید، قبلنش هم گفته بود که آقا تو پاریس هم که بود گفته بود من خوب مردانه بمیرم. آدم با شرافت آدم بمیره، اشکال نداره، میخوای کشته بشی با شرافت، نه آدم ذلیل بمیره. و بعد اونجا یه وقتی ازش میپرسی میگه تو این اختشاشاتی که راه مینداختی، چون چند از تظاهرات بزرگی تو ایران رم همین آمد میزی ایشون رو انداخت، میگه که نه شما میگی اختشاشات، ما بینا میگیم اعتراضات. بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض مردم، اعتراضات بود، اعتراض مردمی بود. خب حالا این بچه رو زدن کشتن و ما دیدیم که همون کسی که باباش اسمی میذاره روح الله، از نه که روح الله، از اسلام، از همه چیز متنفر بود، از همه چیز متنفر بود و یکی از شخصیت هایی که در ایران هست، آدم بسیار مهم و هنرمند و سیاستمداری هست، من اسمشون نمیخوام بیارم، ایشون پیش من بود یک شب تا دیر هنگام که زم نیز با آنجا اومد و با هم بودیم تا نیمه شب، یعنی خودمون بودیم و مشروب میخورد، مشروب، و اونجا جلو اون شاهد و پیش از اون بارها بارها گفته بود که نه تنها از روحانیت و لباس پدرش و اینا متنفره، که از اسلام متنفره، درست مثل احمد رضایی که اون را برگردون در ایران و کشتنش، شما شنیدین چجوری پدر بی غیرتش اونجا نشسته. حالا این ممدلی زم هم که پدر ایشون هست، من نمیدونم با چه روی شما آقای محمد علی زم، همچنان که به شما گفتم دیگر بار تاکید میکنم، با چه روی میخوای باز با این لباس
بری سر هفتم و چهلم اون بچت. این لباس لباس استعمار تازیان در میهن ماست. ریشش رو من در کتاب هام نوشتم، اینجا میگم که اتمام حجت کنم، چون بسیار از این آخونده که حتی لباسی ترشون میکنن ابله، نادان، بیشعور هستن و نمیدونن اصلا که ریشش چیه. میگن لباس پیغمبر. البته اگه لباس پیغمبرم بود پخی نبود، ولی من بیشتر میگم که لباس چیه که اگه نمیدونی بدونی. هارون الرشید از خلفای عباسی است، تازی است. آن ما عباسی خلفای تازی است. خلفای عباسی ایشون یک لاریجانی داره تو تشکیلاتش، یعنی رئیس قوه قضاییه، قاضی القضات. اسمش هست ابو یوسف. ابو یوسف میاد و یک لباسی میگه با بیاییم درست کنیم که مخصوص علما باشه، که با عوام که تو کوچه خیابون راه میرن فرق بکنیم. مثل نظامی ها که لباس ویژه دارن، علما هم لباس ویژه داشت. چون میدید لباس عبا و امام و لباده رو ابداع که بوده، حالا ولی ابداع میکنی که برای علما انگار باشه و آخونده. بعد میشن آخونده وقتی که روحانیت تشکیل میشه توسط استعمار انگلیس در ایران و بعد از صفوی میگه اینا، ولی قدیم مال عباسی است، خلفای عباسی و ابو یوسف. پس هیچ ربطی هم به محمد نداره و محمد هم اصلا لباس نداشته. محمد پیامبر اسلام یونیفرم نداشته که، لباس جمع لباس عربا بوده. کی میگه لباس خصوص داشته؟ میگن لباس پیغمبر. اینا بیاتون نری همه جا بگید مردم روشن کنین. حالا من به محمد علی زم میگم که بیش از 120 تا پست شما در کشور داشتید تا این سالها. از 23 سالگی که بچت به دنیا میاد، از 26 سالگیت یا 20 آره همون از همون تقریبا از همون سال به 23 سالگی 24 سالگی تو وارد قدرت میشی. تحصیلاتت هم خیلی تحصیلات ابتدایی است، از در رابطه با اسلام هم هیچی نمیدونی. کتاب این که چند تا خوندی من دیدم اصلا چرت و پرته. تو اسلام اصلا نمیشناسی، نمیخونی، نخوندی، نمیدونی چیست. اما اسلام که بچه تو کشت. بر همین اساس این رم که من عرض کردم، لباس رو باید در بیاری، عمومت بزنی زمین. هفتم و چهلم فرزندت بایستی ارکست بیاری، موسیقی بزرگ، همون رو که خودش میخواد. بچه تو دوست داری؟ بچه تو دوست داری؟ تو ایران الان این کاری میکنن مردم عادی، ترسی ندارن، غیر قانونی نیست. نقارخونه داره امام رضاتون تو مشهد، موزیک میزنه. این کار غیر اسلامی. تو باید حتما فردا که هفتمش هست با موسیقی این کار رو بکنی. زنم قشنگه، زنم قشنگه، زنم قشنگه، زنم قشنگه، زنم قشنگه، آقای مملی زم لااقل حالا که پسرت کشته شده اونو خرسند کن. تا بود که تو همش باش مخالفت میکردی و خرسندش نداشتی و همش هر کار میخواست بکنه که برای مردم بود قدمی برداره، تو باش مخالفت میکردی و بعدم دا آخرین لحظه با رژیم همکاری کردی، رفتی که دیدنش، نگفتی آقا صبح میخوان تو رو اعدامت کنن، حرفی چیزی داری بزن، کاری داری بگو، به وصیت‌نامه‌ت بنویس، میخوان صبح اعدامت کنن. تو خبر داشتی بچه نگفتی. این زینب قریبم بازیات هم فایده نداره. من درود دارم به مادر زم، نمازم به دست مادرش از راه دور میبوسم، به خواهران نازنینش تا خواهرش که داغدار هستن و تمام دوستان و هوادارانش و خانمش به ویژه مهسا خانم نازنین و گرامی و دو تا دختر نازنینش. مرا ببوس، مرا ببوس رو وقتی که طرف داره میره جنگ، امید بازگشت نیست، مرا به بوس رو میکنه خود آقای گلنراقی در یک خانه اینو خونده. مرا به بوس برای آخرین بار. سرنوشت زم
آخرین بوسه برای دخترش دقیقا همونیست. فکر میکنم بهترین هدیه شی میتونم به دخترش بدم، دوتا دخترهاش و به خانمش. مرا ببو مرا ببو برا خدا نگه مهدار که می روید به سوی سر. هنوز درخت اینجاست، میترا هم اینجاست، این میتراست. پرنوئل میگن، بابا نوئل میگن، کریسمس میگن، چه ایشون میتراست. هنوکه فردا تموم میشه، یک از دهم دسامبر تا 18 دسامبر جشن هنوکه. کریسمس در راه، یلدام داره میاد. اینا سه تا جشن یکیه، همش جشن روشنایی است، جشن نوره، جشن زایشه. یلدا تولد، ولاده، میلاد، تولد نور، مهر، خورشید و میتراست و کریستال. که کریستال وقتی میگن کریست اسم عیسی مسیح رو میذارن، از کریستال میاد. این هم سستی ها شوشتا شنیدید، دوباره بشنوید، از کریستال میاد. رفله دولا لومیر، رفله یعنی بازتاب نور و خورشید از کریستال، برامون بونه میگن کریست. همه اینا از فرهنگ ایرانی آریایی میترائیست عزیزان من، برای همین جشن جهان هست، همه تون جشن میگیرن. حالا اگه هنوکه قبل، بعدش یلداست، بعدش کریسمسه، بارها گفتم به خاطر تغییر ماه ها در سال هست که ما شمسی خورشیدی میسنجیم ثابته، بقیه قمری میسنجن غیر ثابت و رقصان هست. جالبه ببینید که روحانی وقتی برادرش رو میگیرن به خاطر دزدی چند میلیارد دلاری، ببینید چقدر عصبانی میشه. نگاه برادرش، نکشتنش، بعدش میزد. برادرش گرفتم به خاطر دزدی. آقای منبریزم، غیرتا دوست عزیز، برادر غیرتا، تو اونجایی باز بگو جمهور جانی، لاریجانی بچه‌ت کشته. همین روحانی اینا، ببین چی برادرش که گرفتن، ببین چه اصابانی میشه. وقتی برادرش را قوه قضاییه به خاطر فساد مالی احضار و بازداشت کرد، رگ گردنش بیرون زده بود و از این قوه به شدت انتقاد میکرد. اسلام به ما اجازه نمیده اگر مجرمی یک جرمی کرده بیش از حد مجازاتی که برای اون جرم مشخص شده، بیش از اون طرف را تحت فشار قرار بدیم. ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم، ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم، ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را جلب بکنیم. خب حالا ببین، یه جوونی که اومدی تحولی به وجود آورده که هیچ کس نیاورده. این جوانایی که از ایران خارج شدن که میگن اینا مال خودشون، مال خودشون که بزننشون، الان خانم علی نژاد هم میخوان بکشنش. خانم علی نژاد بارها بهش تعهد گذاشتن بفرستنش ترکیه، اون جایی مایی بره بگیرن بکشنش، حتی توسط خانواده‌اش، ولی برادرش اومد افشا کرد. کاری که علی نژاد هم کرده، کاری که شما خدا وکیلی یه عده اپوزیسیون که اونوری هستن 40 ساله نتونستن بکنن. چرا چون نتونستیم بکنید کاری؟ چرا؟ چون رژیم تو همه اونا نفوذ کرده. خیلی معدود هست چیزایی که مثل پارس تیوی که رژیم نتونسته توش نفوذ بکنه، همه رژیم نفوذ کرده، به گولایی داره بازیشون میده. علی نژاد هم بخواستم بکشن. علی نژاد کاری که کرد، زنا رو لخت آورد تو خیابون، یعنی به دلوسری حالا کیکس هم لخت کرد دم شما گرم، بازم بکنین. از نگاه ما سکسی اومدن بیرون، آزادی شما هر جور تو میخواد میان بیرون، آزادی یعنی همین. حالا شما ببینید که این روحانی در مورد اعدام این بچه چی صادر میکنه. این که حالا یه حکمی مورد خوشنودی یه گروهی باشه یا مورد ناراحتی یه گروهی باشه، که برای ما منات نیست که اونها خوشحالن یا اونها ناراحت هستن. شاید این چیز خوبی نباشه برای تاریخ زندگی آقای زم که اعدام شده. شاید این چیز خوبی نباشد برای تاریخ زندگی آقای زم که اعدام شده. شما مخاطبان عزیز، اگر متوجه شدید منظور از جمله قصار روحانی چیست،
لطفاً به ما هم اطلاع دهید. من آدمی نیستم که تو نظام نبودم، مثلا 7 سال آمدم میخوام حکومت کنم بعدم برم یه جایی برم مصاحبه کنم مرتب. من آدم اینجوری نیستم، من از اول نظام بودم، همیشه مسئولیت داشتم، از روز اولی که قبل از اینکه از اولی که انقلاب شروع شد، نهضت شروع شد. من همون روز که اعلامش اعلام شد پیام فرستادم برای ایمانوئل مکرون و اعتراض کردم و گفتم که من حامی تو بودم پیش از اینکه یک سال پیش از اینکه رئیس جمهور شو. خودت میدونی من گفتم تو رئیس جمهور خوبی خواهی شد، تو خودت گفتی نه فلان اینا هلند هنوز فلان جلو شخصیت مهم جهانی بودیم ها که این حرفا بهش زدم، آدمای جهانی که نقش تعیین کننده هم داشتن در پیروزیش. گفتم تو رئیس جمهور آینده مملکت هستی اینا. گفتم من همون سیاوش اوستام که همیشه ازت حمایت کردم الان بهت اعتراض می‌کنم که چرا این بچه که پناهنده سیاسی بوده، چرا این بچه که زیر پوشش امنیتی بوده، من خودم بودم میدونم زیر پوشش امنیتی که هستی هر جا می‌خوای بری تو رستوران می‌خوای بری قبلش میرن اونا چیز می‌کنن، چطور گلشون بره عراق تو مسلخ کشته بشه، حالا جلسه بزنین که آقا تو بری اونجا بری معلوم می‌خوای بگذارنش در منش اونجا. در پی اعتراض من هموطنان زیادی ازشون خواهش کردم برید روی سایت elize.fr، تا الان هم میتونید برید، برید مرتب و اعتراض خودتون رو برسونید. صدها نفر رفتن در عرض همین چند روز، خیلی رفتن خیلی. بعد دوشنبه اعلام شد که اولا آقای مکرون دستور داده که این کنفرانس اقتصادی که قرار بود در تهران برگزار بشه با ظریف رو اروپا کنسل کرد، یعنی آلمان هم حتی مداخله کرد، کشور دیگه هم از فرانسه تبعیت کردن و وزیر امور خارجه فرانسه هم اعتراض کرد به خاطر اعدام های زم. این مسئله اعتراض بایستی همچنان ادامه پیدا کنه. عزیزان من، شما ببینید انگلستان همچنان حاکمه در ایران، چرا؟ چون وقتی میزنن آقای زم رو اینجور اعدام میکنن میکشن، به خاطر اینه که اومده آبروی لاریجانی ها رو برده، آقا 66 تا حساب رو اومد گفت، بعد رئیسی هم اومد تایید کرد وجود حساب های دزدی رو، علشان خمسی شده داده بود همه رو به آقای خامنه‌ای. از اون طرف یه کسی دیگه میاد جلو سفارت انگلیس میگه لاریجانی ها نوکر انگلیس هن، حکم که دادن حکم انگلستانه، من پارش میکنم، حکم پاره میکنم، میره تو زندان، اصلا کسی ازش یاد نمیکنه، خبری از رحیم مشایی نیست که از روز اولی که اومد تو قدرت مخالف نظام و سیستم سیاسی رژیم بود. گفت مکتب ایرانی ما داریم، ایران قبل از اسلام هست، دهل ساز و دهل زد، رفت تو ترکیه تو ساز و دهل میزدن نشست، گفت قرآن میخوایم بخونیم با دایره زد، اومد کاری کرد مشایی. رحیم مشایی یک عنصری بود که آریای ایرانی همه نفوذ میکنه همه جا. من به این دوستمون گفتم جان نفوذشون هم نفوذیه، خط اوستای آریایی زرتشتی بود، رفته تو زندان بنده خدا، هیچ خبری ازش نیست، کسی اسمش نمیاد. دشمنان این ملت و در رأس همه اونها استعمار پیر انگلیس بر ادامه راه برای استیفای حقوق ملت، آزادی و استقلال، فرزندان ملت قربانی میشن. اینه که اعلام کنید حکمی که به سفارش امپراتوری بریتانیا، حکمی که به دستور وزیر خارجه انگلستان صادر شده باشه، در سرزمین ایران اعتباری ندارد. بقایی تو زندان دستور انگلستان، بقایی تو زندان دستور انگلستان. ما امروز هستیم راه او را ادامه میدیم. منم بارها گفتم به خاطر کار امروز هم حتما از من انتقام خواهند گرفت، من یقین دارم که از من انتقام میگیرن، اما من افتخار میکنم که از من انتقام بگیرن. زندان، اعدام، شلاق، تبعید، همه اینها امروز برای ما افتخار است، افتخار است، افتخار است. بنابراین شجاعانه ایران رو پس میگیریم، میبینیم میبینیم ایران رو پس میگیریم، میبینیم میبینیم ایران رو پس میگیریم، میبینیم میبینیم ایران رو پس میگیریم. امروز بقایی
و زندانیان دیگری که به خاطر مسائل سیاسی در زندان هستند تنها زندانیان نیستند. بدانید همچنان که در تاریخ صدها هزار بلکه میلیون ها نفر به دستور امپراتوری انگلیس کشته شدند، به زندان رفتند، شکنجه شدند، امروز هم آزادی خواهان فراوانی در سراسر جهان به دستور ملکه انگلیس در زندان. امروز ما این حکم ناجوان مردانه را به آتش می کشیم تا سلطه انگلستان و دشمنان ایران پر افتخار رو برای همیشه تاریخ به صورت نمادین نفی بکنیم و امید بدهیم به ایران آباد آزاد ارزشمداری که مثل گذشته های تاریخ بر تارک جهان امروز هم بدرخشد. حتی الکل داشتید، الکل بزید روش، یه ذره الکل بزید روش. مبارزه ادامه داره مهربان یاران و نفوذ در رژیم ادامه داره و بهترین سندش اینه که پیروزی با شماست، سندش اینه که فرزندان نظام هستن احمد رضایی ها، محمد روحانی ها، بچه این رئیس جمهورشون که اونم زرتشت شده بود با هفتیر باباش کشته شد و همین نیما زم و صدها آدم دیگه، همین خانم علی نژاد، خانم علی نژاد هم تو خود رژیم بوده، یعنی کار میکرده به عنوان خبرنگار، به عنوان خبرنگار کار میکرده. الان که دیگه هر کس میخواد با اینا مبارزه بکنه که 60 70 80 ساله های قدیم که نمیتونن بکنن، بچه 40 50 ساله میتونن بکنن، 30 ساله 20 ساله، اونم بچه این که تو همین نظام پرورش یافتن. پس کسی که از تو نظام میاد بیرون، ما باید حتی اگر میتونیم یک چیز خیلی کوچولو از نظام بکنیم، به مراتب خدماتی که به انقلاب نوین فردا میکنیم بیشتر خواهد بود تا اینکه بزنیم. ما باید بکنیم افراد از اونها و گله کنیم بذاریم تو سر خودشون، بزرگشون کنیم، بزرگ کنیم. یارو که مرده چند میلیون برش اومدن بیرون، ما رو بزرگ کنیم، اینا خودش آقا غیر کشتن، بذاریم تو سر اونها. این کارا رو بایستی بکنیم. و بعدم یادتون نره مهربان یاران، از اون طرف خود رژیم اومده جاسوساشو، مامورای امنیتیشو، پاسداراشو که سپاه پاسداران تشکیل دادن، بنیانگذاران وزارت اطلاعات بودن، پاسدار بودن، اینا تیر خلاصی زدن کرد و بلوچ و ایرانی و مجاهد خلق و فدای خلق و عمرای ارتش رو، عمرای ارتش رو اعدام کردن، با تیر خلاصی زدن گذاشتن. اینا اومدن بغل این مزدورای دیگه نشستن و هر روز این بر صحبت و حرف و بزرگشون میکنن. بعد آدمایی که میان با اینا دارن نبرد میکنن، مبارزه میکنن، شعار رضا شاه رویت شاد رو گسترش داده و میدن، نبرد برای پیروزی، نبرد برای پاسداری از مرزها و میهن ایران، اینا رو میزنن. به هوش باشید، به هوش باشید و تا آدم ها هستن قدرشون رو بدونین، بزرگ بداریدشون، نه اینکه وقتی رفتن و کشته شدن. این کاری که ما کردیم همیشه، آدم ها تا زنده بودن ازشون قدردانی کردیم و بزرگ داشت برشون داریم. دست های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم
در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده. از تلاش‌های ناپردازانه سیاوش اوستا، بزرگداشت مهربان یاران در دوران حیات و زندگی آنها بوده است. پیش از همه، ارج نهادن به جامعه هنری دقیقاً از سال 1983 که جو وحشت و جنگ و سیاهی و خشم و اندوه فضای ایران و حتی ایرانیان خارج را نیز گرفته بود، به گونه این که هنرمندان مشهور و درجه یک ما در رستوران‌های کوچک نیست یا 30 و 40 نفره برنامه اجرا می کردند، ایشان با همکاری یاران مهربانش در اروپا سالن‌های بزرگ چند صد و یا چند هزار نفره را بر روی هنرمندان و مردم گشود. نمایشنامه پرویز صیاد، صمد به جنگ می رود و صمد از جنگ برمی گردد، ده‌ها اجرا در پاریس و دیگر شهرهای اروپایی داشت. پرویز صیاد و چند صد هزار دلار در هنگامی که دست همه هنرمندان تهی از پول بود به دست آورد. خانم مریم پروین در نخستین مرحله بزرگداشت هنرمندان با سیاوش اوستا همکاری چشمگیری داشت. با درود به شما مهمان گرامی این هفته ما، آقای دکتر حسن عباسی، پژوهشگر، نویسنده و شاعرم بگم. نه، ما قابلیت شاعری که ندارم. درود بر شما پرویز صیاد. سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. به هر حال ایشون از جمله نویسندگانی هستند که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافی فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر 4 چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به 3 فارسی، انگلیسی و فرانسه در دسترس علاقمندان هست به لس آنجلس آمدند و در روز 5 مارچ، شنبه 5 مارچ، برای امضای کتاب در شرکت کتاب بزرگداشت ویژن با برگزاری تور اروپایی در 60 سالگرد تلاش هنری سلطان جاز ایران برگزار شد. خیلی خیلی یک پاچه اخلاقه قربون برم شما و عباسی و تمام فامیلتون، خیلی مایی برکردی من، خیلی متشکرم ازت. خب کلوار بزن بریم. شکستن جو سانسور هنرمندان داخل کشور چون اساتید بزرگ فرامرز پایور، بهاری، اسدالله ملک، جلیل شهناز، ایرج، ناصر مسعودی، علی تابش و بسیاری از هنرمندان دیگر با یک برنامه رندانه با همکاری استاد نادر گلچین که حتی چند تن از هنرمندان که در آن دوران در زندان رژیم بودند نیز آزاد شدند. این مورد بسیار جالب و حساس را سیاوش اوستا در سالهای 1990 طی مقاله مستند در نشریه این امروز چاپ لندن به سردبیری استاد پرویز اصفهانی شهر شهرام ناظری آلبوم گل صدبرگ را در ایران منتشر کرده بود و ترانه زیبایش گل صدبرگ که بران میخواند اندک اندک جمع مستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند، از مولانا جلال الدین بلخی نوید نوینی از آزادی و رفت رژیم را میداد. سیاوش اوستا از شهردار پاریس آقای ژاک شیراک درخواست پشتیبانی از برگزاری کنسرت استاد شهرام ناظری را در تئاتر شهر پاریس کرد، با تاکید بر اینکه هیچ یاد نامی از ایشان به میان نیاید و مدیریت کار را سرکار خانم سین کا به عهده گرفت و پای استاد شهرام ناظری به اروپا برای برگزاری کنسرت‌های بزرگ باز شد. در بازگشت استاد شهرام ناظری در فرودگاه مهرآباد مورد بازجویی و مزاحمت قرار گرفت که اندک اندک جمع مستان می‌رسند و نیستان رفتند و هستان می‌رسند،
یعنی چه؟ یعنی ما و رژیم ما نابود می شویم و مخالفان ما می آیند؟ استاد شهرام ناظری رندان پاسخ داده بود که حاج آقا، مثل این که شما خیلی پرت هستید. این شعر از مولوی است و صدها سال پیش. بزرگداشت استاد اسماعیل پوروالی، دوست صمیمی امیر عباس هویدا و آخرین مدیر دفتر رادیو و تلویزیون پادشاه در پاریس، ایشان سردبیر ماهنامه روزگار نو بود و حدود 20 نویسنده و شخصیت با روزگار نو همکاری می کردند. سیاوش عباس‌زاده طی برنامه با شکوهی در پاریس درست 3 سال پیش از مرگ ایشان با حضور یاران بسیاری از ایشان تجلیل نمود. خانم آذر شیوا که سالها پیش از میدان هنری خارج شده بود، توسط سیاوش عباس‌زاده به عنوان مسئول بخش هنری انجمن فرهنگی ایران و فرانسه فعال شد و تلاش‌های شگرفی در زمینه هنر و هنرمندان ایرانی در خارج از کشور به عمل آورد و حتی تلاش‌های زیادی در جهت ترک اعتیاد هنرمندان انجام شد، تا حدی که حتی خونه یکی از خوانندگان بسیار محبوب در آمریکا تعویض شد. نمایش مصدق بی بهاران و انجام تمرین 1 ماهه این نمایش در پاریس در سالن شادروان رضا معاون که از هواداران وفادار پادشاهی بود و اجرای این نمایش در اروپا و سراسر جهان به کارگردانی رضا علامه و بازی ناصر رحمانی نژاد، علی پورتاش و کامران نوزاد بود. برگزاری و بزرگداشت جشن‌های ملی میهنی نوروز، سیزده بدر، مهرگان، یلدا و سده نیز از ابتکارات سیاوش عباس‌زاده بوده است. سرکار خانم همیرا به اعتبار موسیقی ایران، بانوی آزاده و دلیری که ترانه‌های میهنی بسیاری در خصوص ستم ستمکاران با میهن و مردم ایران اجرا کرده است. سیاوش عباس‌زاده در راستای بزرگداشت این بانوی آزاده برنامه با شکوهی را با حضور صدها نفر و ده ها شخصیت برجسته چون دکتر کوروش آریامنش، استاد مصباح‌زاده و دیگر شخصیت ها برگزار کرد. بزرگداشت استاد پرویز اصفهانی‌نیا، بنیانگذار و سردبیر هفته‌نامه نیمروز در مجلس سنای فرانسه و دهش جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه به ایشان. خانم شکیلا با اجرای ترانه تاریخی آریایی بهترین کار هنری تاریخ را انجام داد و سیاوش عباس‌زاده در بزرگداشت این بانوی شجاع در یک تور اروپایی از ایشان تجلیل نمود. استاد سیاوش عباس‌زاده بیش از هر کسی دیگه از زحماتشون ممنونم. 6 پرزیدنت افن دو گاردی توت لا والور سمبولیک. استاد اکبر گلها، مرد حنجره طلایی و سلطان و نام‌آور آواز ایران در جهان که سکوت بزرگ را پذیرفته و از فردای انقلاب بارها بازداشت و تا مرز اعدام پیش رفته است، در پی پیشنهاد سیاوش عباس‌زاده به آکادمی فرانسه جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه را دریافت کرد.
بزرگداشت استاد امیر شجره، بنیانگذار و دبیرکل شبکه جهانی تلویزیون پارس در مجلس سنای فرانسه و دهش نشان و جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه به ایشان. آقای ژان پولس، رئیس این آکادمی، هنگام اعطای جایزه به مهندس امیر شجره بیان نمود که ایشان سالها در تلویزیون ملی ایران در دوران محمد رضا شاه سرپرستی مهندسین سیمایی را بر عهده داشته و نخستین پایه‌گذار رادیو تلویزیون 24 ساعته پارسی زبان در جهان بوده است و ده‌ها برنامه ساز و مدیر تکنیک را پرورش داده است. شجره و اصفهانی جشن باشکوهی توسط سیاوش روستا در 66 شانزلیزه پاریس برگزار شد. امروز در اینجا دوستانی هستن که حضورش باعث قوت قلب منه و به همون نسبتم اعتماد به نفس منو کم میکنه حضورشون در اینجا. آقای عباسی رو ازشون سپاسگزارم و این انجمنشون رو که من دعوت کردم با این خیلی شدن برای من که بیان در خدمتتون. من این جنجال رو بشون بازی آقای عباسی در من ایجاد یک نوع اعتماد نسبت بهشون میکنه و همینجوری احساس میکنم یه آدمی باید که خیلی به هر حال اعتماد به نفس داشته باشه که اینقدر تو رادیو و توی بوچه و توی مغازه و توی مجالس آدم ماجراجو شلور باشه. در نتیجه میگم دعوتیشون من رو خیلی خوشحال کرد که بیان به اینجا در خدمتتون و یه مقدار از این سرودام از این کتاب براتون بخونم. از این ایاریست که از یادگار دوران تختیست که به سینما آمد، برای همین که راه نوین ایران گشود در تاریخ سینمای ما، راه ایاران و جوان مردان، این دوباره راست زندش که داری خدید برمان تو خیلی خیلی مستقی من تو هم تمام عمر تو فعالیت و سربند و همه تو کار سینما و تاعت کنیم میدونم که درم دلت نیست واقعا. به صحبت هایی که با هم کردیم اشاره شاید پایگاه رو پایگاه کارهای داریوش رو به پاریس منتقل کنیم. چرا نه؟ چرا نه؟ والا ما که هر کدوم ایرانی ها در یک گوشه از دنیا هستیم با مسائل خودمون و اون دارم پاریس هم امتحان میکنیم و ببینیم، هرچند هیچ جایی سطح مملکت خودمون نمیشه ولی خب بزرگی در آمریکا بیکار بود و هر از چندی در فیلم‌های هالیوودی فقط چند ثانیه به عنوان سیاه‌لشکر کار می‌کرد. سیاوش اوستو با آگاهی از این امر با تهیه کنندگی نمایشنامه رستم دیگر، اسفندیار دیگر و با همکاری گرفتن از 20 هنرمند برجسته چون اسفندیار منفردزاده و بانو ملک جهان خزایی و سودابه و سوسن فرخنیا و هومن بهروز وثوقی را در سراسر اروپا و کانادا در شیک‌ترین و گران‌ترین سالن‌ها به روی صحنه آورد. برای این نمایشنامه با این که قریب 2 میلیون فرانک هزینه و زیان را متحمل شد، اما دستمزد کامل همه هنرمندان را بر اساس قرارداد کتبی که موجود است پرداخت کرد. برای اینکه به هر حال مسئولیت تهیه این مهم به نظر من، چون واقعا به نظر من کار مهمی بود، به خصوص که یک کار کلاسیکیه که کمتر اتفاق افتاده و کمتر بوده تا حالا،
و خوشبختانه موفق بوده. این هم برای من هم برای شما فکر میکنم که افتخار بزرگی. اون وقتی زمانه منی هستم، اما میدانم که میدانی که سایندگان و خواهدگان همه از من که فراش چون من نیست در این روزگار آنید گنج از رو بارا میشه تنها تن و جاه خود میدینی و از نهان جهان بیخبری. بزرگداشت و جشن 85 سالگی زایش قاسم جبلی در پاریس با حضور سوسن، دخترشان و سیاوش داماد ایشان و ده‌ها شخصیت برجسته دیگر چون استاد امان منطقی. استاد قاسم جبلی به سیاوش اوستا خاطر نشان کرد که هرچند خودم در جشن پاریس حضور نداشتم، اما این مراسم بهترین خاطره و جشن زایش من در طول دوران زندگی 85 ساله من بوده است. اینقدر که خود شما گلین، ولی هر موقع من به پاریس میام یعنی فرانسه میرسم، اینقدر که لطف شما شامل حال من میشه که خدا میدونه. ولی خب خانواده هستن اینجا که من خیلی دوست دارم و همیشه از من دعوت میکنم که برای شما عزیزان برنامه مرسی برنامه بذارم. آقا خانواده آقای دکتر عباسی دست محکم بزنم. این سارا خانم نازنین، این سارا خانم گل واقعا تشکر از ساره عزیزم از این زیبا، با تشکر از احسان عزیزم دست محکم بزنید، با تشکر از علی آقای نا علی جان کجایی بردیم علی عزیزم علی آقا بله بله علی جان بله خانواده عباسی نازنین آدم های حسن که به خدا امکان داره در یک 100 میلیون یه دونه پیدا بشه به خدا اینقدر خدا. علی جان مرسی عزیزم، دست محکم برای علی عزیز بزنیم. سارا جون عزیزم، احسان عزیزم و آقای دکتر عباسی دست محکم. بله رادیو واقعا رادیوی بسیار بسیار خوبی دارن و شهر فرهنگ. درود 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 درود
اشاره عروسی حساب پاسه بیزن بیخوری خب پس نشما خوب باید بگیر آقاسی مرسد باز خوشحالم اینجا بیرم هر دفعه من پاریس بیرم حتی یک کنسرت هم نباشه باید اینجا یه سر بذارم شهر فرهنگ با شما دکتر عباسی مصارا پشت دوربین پشت خوب عملی احسان شیده همه بچه ها خوشحالم همه شما ببینم من خوشحالم که تا میبینیم اندی جان و اینها نمونه های کوچکی از بزرگداشت های هنرمندان و اندیشمندان ایرانی بود که در کنار این گرامی داشت ها در دوران زندگی خود این بزرگان صورت گرفته بود. ده ها جشن و یادروزهای میهنی دیگر نیز برگزار شده است و همه این تلاش ها بدون هیچ کمکی چه از مردم و چه از هیچ کشوری فقط با هزینه شخصی و خانوادگی سیاوش عبستا به انجام رسیده است. دوستان مهربان سپاسگزارتون هستم که با ما بودید. همیشه به شادی باشید، همیشه به خوشی و خرمی باشید، جز به شادی هم نکوشید. از برادر مهربانم جناب مهندس امیر شجره پایه‌گذار نخستین رادیو و تلویزیون 24 ساعته و ویژن تلویزیون پارس بسیار سپاسگزار هستم و بدرود و خدا نگهدار تا برنامه دیگر. اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی با شما باد.